سلام همه همراهان عزیز در کجا این کره پهنور که بیننده ویدیوهای ما هستی. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، امیدوارم جانتان جور باشه. در این برنامه هم قراره به چند تا ویدیو ریاکشن بریم کنار مادر عزیزم راجع به مسائل و موضوعات مختلف که فکر میکنم خیلی براتون جذاب باشه. تا انتها ما رو حتما همراهی کنید. کلا سعی میکنیم تو ویدیوهای جدید، برنامه‌های جدید چند تا موضوع رو راجعشون صحبت کنیم، فکر میکنم جذاب‌تر هم باشه. اگر این مدلی دوست دارین برامون داخل کامنت بنویسید خوبه، اگر نه دوست دارین فقط راجع به یک موضوع تو یک ویدیو صحبت کنیم باز بنویسید که ما بدونیم اونجوری که شما دوست داشته باشین میخوایم براتون برنامه تهیه کنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، کامنت های شما عزیزان رو میخونیم که دوست عزیزی برای من نوشته: فداتون بشم، من یک دختر افغان هستم، واقعا دوستتون دارم، آرزوی موفقیت و پیشرفت دارم براتون همیشه. سلام میکنم به شما دختر عزیزم، دختر مهربون که بیننده برنامه ما هستین. خیلی خوشحالیم که اینقدر با ما محبت دارین. مرسی از لطف و انرژیتون. امیدوارم تک تک کسایی که برنامه ما رو تماشا میکنن همینجور هر روزشون موفقیت آمیز، خوشبخت و پر انرژی باشن. و اینکه لطفی که به ما دارن واقعا باور نکردنیه. یعنی کامنت ها رو از بالا شروع میکنیم میریم پایین، همه لطف محبت. واقعا خوشحالیم که برای شما داریم برنامه میسازیم. این مجازی پر شده، میگن منطقه 22 شده پر افغانی، هر جا میری افغانی میبینی، کنار دریاچه، کنار ایرانمال. عزیزان من، این همه پروژه داره داخل منطقه ساخته میشه. دبستان دخترانه پوشین باف: ما به هیچ عنوان راضی به ثبت نام اتباع خارج افغان در این آموزشگاه نیستیم. اهالی اکرم آباد، آموزش پرورش یزد. یزد قبلا هم یه همچین بنری زده بودن که نوشته بودن که خونه نباید اجاره بدین کلا به اتباع افغان و اینا. میگم این اتفاقایی که داره میفته، ولی به نظر من اینجور قضایا رو باید بسپاریم دست پلیس، بسپاریم دست حالا اونایی که یک رتبه ای دارن. نمیشه هر کسی خودش بیاد بگه آقا تو این کارو نکن، تو اونایی که اون کارو نکنه. نه فقط راجع به مثلا اتباع خارجی ها، راجع به هر موردی. اگه مثلا من بخوام بگم آقا من از این بعد نمیدونم نونم رو نمیدونم به کسایی که قدشون بلنده نمیفروشم، اونه که بگی من گوشت به اونه که قدشون کوتاه نمیفروشم، اینجوری نمیشه که به هر حال. ولی خب طبق قانون باید برخورد بشه با کسایی که غیر قانونی اومدن. طبق قانون باید هوای کسایی که قانونن اومدن و مجوز دارن و داشته باشه. این اتفاقی که باید بیفته. یه سوالی هم راجع به ویدیوی قبلی که دیدیم دارم، این که پروژه های بزرگی در منطقه 22 تهران داره ساخته میشه. آره دیگه، برج های بلند و امکاناتی که واقعا پیشرفته است داره ساخته میشه و اکثرشون رو کارگران اهل افغانستان دارن میسازن. من یه سوالی برام هست، آیا این تعداد کارگر هستش الان، کارگر ایرانی هستش که اگر بر فرض مثال کارگران اهل افغانستان هم همه اخراج شدن برگردنشون به افغانستان، آیا انقدر کارگر داریم که مثلا این همه پروژه رو بتونیم بسازیم یا نه؟ آره حتما اینو برام بنویسن. آره کسایی که اطلاع دارن اصلا. در اصل این که نظام جمهوری اسلامی ساماندهی مهاجرین رو داره انجام میده، در حقانیتش ما هیچ شکی نداریم. در این که شما مهاجرین غیر مجاز رو برمیگردانید، در این که شما دیوارهای مرزی میکشید، کسی هیچ تردیدی ایجاد نمیکنه. چرا باید یک مسئولی در نظام اسلامی از لفظ اتباع بیگانه استفاده بکنه؟ ما نه اتباع بیگانه هستیم، بلکه مهاجرین الاللهیم، بلکه چرخدنده های ساعت سازندگی ایران قطعا یکی از ارکان مهمش مهاجرین هستن. ایشون یکی از علمای اهل افغانستان هستن که توی ایران، فکر کنم تو قم اگر اشتباه نکنم، سکونت دارن و حالا صحبت انجام میدن. واکنششون به صحبت‌های نماینده مجلس که درباره مهاجرین صحبت کرده بود و گفته بود که اتباع بیگانه، یعنی مهاجرین اهل کشور افغانستان اتباع بیگانه، خطاب کرده بود. حالا ایشون دارن جواب اون خانم نماینده میده که حالا صحبت‌هاشون هم با هم دیگه حتما گوش میدیم. ما نمیتوانیم تحمل بکنیم که با رفتارهای ناشیانه، در برخوردهایی که در اون برخوردها کرامت ما حفظ می شود، تحقیر یک ملت در نظر گرفته می شود، با ما برخوردی صورت بگیره. شما طرد بکنید اون طبعه غیر مجاز رو، اما با کرامت، با رفتار انسانی، با آموزش اون شخص، اون شخصی که قانون رو نپذیرفته، و او رو برگردانید به کشورش. فضای اردوگاه ها باید فضای آموزشی باشه. امروز طبقه نخبگانی
دانشگاهی اقتصادی جامعه مهاجر دچار یأس و ناامیدی شده؟ آیا در این شرایطی که ما دشمنان بسیار داریم، آیا درست است که ما این شرکای تمدنی رو از خودمون دلخور بکنیم؟ اینو من خیلی قبول دارم دیگه، میگم همیشه گفتم دیگه، یه نفر یه جایی یه خطایی رو حتی انجام میده، همیشه باید باش با مهر رفتار کرد. یعنی ما سعی کنیم اون خطایی که کرده رو با مهر و محبت هم بگیم آقا این خطا بود دیگه، این کار رو انجام نده. الان به نظر من مثلا یه نفر غیر قانونی وارد ایران شد، حالا از هر کشوری، ما باید با مهر و محبت و با رعایت اخلاق ها و ارزش های انسانی بگیم آقا این کار تو اشتباه بود، باید برگردی به کشور خودت و حالا اخراج یا هر چیز دیگه ای، و اینکه از راه قانونیش بیای. اینکه بعضی وقتا حرف ها میدین، حرف ها به نظر من خیلی بار دارن دیگه، شکننده است. بعضی وقتا حرف ها و حرکات و تحقیر ها میتونه قلب یه آدم رو بشکونه، و این من خیلی، من بخاطر همین رو کلمات خیلی حساسم. اصلا ممکنه یه حالت تدافعی به خودشون بگیرن، رفتار اکثر عمل نشون بدن. من خودم واقعا همینطور سعی میکنم، دارم با یه نفر مکالمه دارم، یه رفتار نادرستی انجام میده، یه چیزی که ازش ناراحت میشم، حرفهایی نزنم که ممکنه بره تو قلبش، قلبشو بشکنه، اون رفتار بدو بیشترش کنه یا اون کار بده رو بیشترش کنه. به خاطر همین میگم، میگم مهاجرین غیر قانونی هم که اومدن اوکی باید برگشت داده بشن، ولی با محبت، با کرامت. این آقا هم دارن دقیقا همین رو میگم، میگم آقا رفتار باید درست باشه، این خیلی خوبه. چرا باید سیم کارت ها هزاران نفر مسدود بشه و بعد از پیگیری های گوناگون تا دو هفته و سه هفته بعضی از سیم کارت ها اینها از حالت مسدودیت خارج نشه؟ چرا باید هزاران دانش آموز ثبت نام نشوند، یا اگر ثبت نام میشوند باید مبالغ گوناگون بدون اینکه هیچ تعرفه قانونی وجود داشته باشه از اونها دریافت بشه؟ چرا باید این مهاجرین با انواع برخوردها دل سرد بشن؟ این ولنگواری در مسئله مهاجرین امری قابل قبول نیست. ساماندهی بکنید، اما ساماندهی در خور شأن نظام اسلام با کرامت انسانی که برای مهاجر در نظر گرفته میشه. این کرامت انسانی خیلی مهمه دیگه. من خودم، آقا میگم خودم به عنوان یک مثلا مهاجر رفتم مثلا یه کشور غربی، اونجا یه نفر به من مثلا یه حرفی بزنه، یه تیکه‌ای بندازه، بگه تو مهاجری، تو فلان اینا، بهم بر بخور، ناراحت میشم، قلبم میشه، شاید برم مثلا یک دو هفته بشینم فکر کنم. چون بعضیا هستن که حرف‌ها رو میشنون و روشون تأثیر میذاره. یه سری اخلاقشون اینطوریه که، همین رو میگم، یه سری اخلاقشون اینطوری، حرفو میشنوسه، باش مهم نیست هر چی بهشم بگی، ولی یه سری برعکسشن، اون حرفا رو میگی روشون تاثیر میذاره، اصلا مسیر زندگی طرف ممکنه تغییر کنه. به خاطر همین میگم آقا حتی میخوایم قانون رو اجرا کنیم، قانون رو صحیح و با کرامت انسانی، با عشق، با محبت انجام بدیم، باور کنید تأثیرش هم خیلی بیشتره. یعنی مطمئن باشید اگه این اتفاق بیفته، هم آرامش برمیگرده، هم دیگه اینقدر ما مهاجر غیر قانونی نخواهیم داشت. خانم فلاحی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر محترم کشور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، رئیس اطلاعات سپاه، به داد این مردم برسید و کمک کنید جلوگیری بشود از ورود بیرویه اتباع غیر مجاز خارجی. جمهوری اسلامی 45 سال است که به بهشت امن مهاجران تبدیل شده است، در حالی که کشورهای مدعی حقوق بشر درهای خود را به روی آنها بستند. هرچند تاریخ سرزمین ما تاریخ مهمان نوازی و مهاجرپذیری است، اما به خدا قسم هیچ کس برای ملتی که امنیت و هویت خود را به مهاجران میبازد هورا نمی کشد. هیچ کس برای ملتی که سرمایه ها و مغزهای خود را فراری میدهد اما بی دانش ها و بی سرمایه ها و فراری ها و روی دستمانده ها و از پای افتاده های سایر کشورها را جذب می کند هلهله سر نمی دهد. برادران و خواهران من، امروز بیش از 250,000 میلیارد یارانه پنهان صرف بین 5 تا 8 میلیون تبعه خارجی می شود. امروز آنها به کلیدداران خانه های ایرانی تبدیل شدند. بزرگترین خطر امروز این است که با ورود بیرویه و بی حساب و کتاب آنها تا عمق خانه های ما نفوذ کردند. میدونیم مادر عزیزم، من یه مسئله‌ای که هست، چون
خیلی از کشورهای دیگه هم مهاجر میپذیرن، یعنی همین فرانسه رو بگیریم، آمریکا رو بگیریم، کانادا رو بگیریم، کشورهای بزرگ دنیا کشورهای مهاجرپذیری هستند. ولی از اون طرف قوانینی دارن برای ورود مهاجرین. اول از همه سعی میکنن تا جایی که بشه ورود مهاجرین غیرقانونی کنترل کنن. این خودش خیلی نکته مثبت و نکته خوبیه که ما تو کشور خودمون این اتفاق نمیفته متاسفانه. ما خیلی از مشکلاتی که شاید ایرانی ها با مهاجرین اهل کشور افغانستان دارن به خاطر اون مهاجرین غیرقانونیه که اومدن و حالا یه کارایی کردن و حالا مردم افغانستان مثلا دارن یه جوری تاوان اون قضیه رو میدن. مگر اونایی که قانونی اومدن همه کار دارن، خانواده دارن، دارن زندگی میکنن. اما یه نکته دیگه که هست، در کشورهای مثل فرانسه، در کشورهای مثل آمریکا از مهاجرین استفاده درست میشه. چی مثلا؟ مثلا تو رشته های ورزشی مختلف خیلی وقتا داریم میبینیم کسی که حالا مثلا برای فرانسه داره بازی میکنه، برای آمریکا داره بازی. من مثال خیلی ساده شو دارم میگم دیگه، یعنی اصلا بخوای بری ببینی اصلیتش کجاست، مثلا اصلیتش برای کشور آفریقاییه ولی استفاده ازش کردن، اومدن پرورشش دادن، مثلا زیر پرچم فرانسه داره بازی میکنه و افتخار آفرینی میکنه. این مشکلی که الان اینجا داره اتفاق میفته به خاطر اینکه ما از مهاجرین فقط توقع داریم که کارگران رو بیاریم وارد کشور ایران کنیم، ولی خب میشه از مهاجرین خیلی استفاده های بهتری کرد. اونهایی که مغز خیلی خوبی دارن، توان خیلی خوبی دارن، خیلی از جوانای الان مثلا دانشگاهی نوت کشورمون هستن، ولی خب مثلا اون اجازه کار تو جای دولت و اینجور چیزا هم ندارن. مثلا اونایی که نخبه هستن میشه اگر قانونی ان مثلا اونا استفاده که منظور خانم فکر می‌کنم همین بود. آره اصلا من همین رو دارم میگم. من میگم آقا مهاجرین غیرقانونی، شما فکر کنم همین رو دارم میگم، مهاجرین غیرقانونی بعد حذف بشن، چون یه جایی هم گفتش دیگه افرادی که نمیدونم توان ندارن و اینا، یه چیز توی مایاد گفتش که اونایی که ولی اوکیان و بیان، موردی نداره، همه جای دنیا قانون داره. یعنی اینطوری نیست، یعنی خود افغانستان هم قانون داره، خود افغانستان هم قاعدتا یکی بخواد واردش بشه میگه خب تو چی کاره ای، اصلا برای چی میخوای بیای اینجا، یه قوانین داره که جلوی همه رو بگیره دیگه. حالا بریم ادامهشو با هم دیگه گوش بدیم. سازمان غیر قانونی اقامت ملی را تعطیل بکنید که امروز امنیت کشور ما را به خطر می اندازند. در میان این اتباع غیر مجاز خارجی که برخی برای آنها دکان باز کرده اند و با پول آنها در بالا شهر تهران خانه های 70 میلیاردی خریده اند، امروز متاسفانه با مشکلات زیادی مواجه هستیم و باید تمام نهادهای ما ورود بکنند. ما به گارسون‌های بی اجر و مزد اینها تبدیل شده ایم، جماعتی که اگر مغز فاخری دارند و سرمایه قابلی، به جای آن که به تهران بیاید در دوحه و در دبی سرمایه‌اش را می‌گذارد و مغزش را می‌فرستد. بنده به عنوان نماینده مردم به واسطه آن که سرزمینم را دوست دارم هشدار می‌دهم به کسانی که امروز با پول این اتباع غیر مجاز در حال زندگی‌های لاکچری هستند. امیدواریم که نهادها و وزرایی که نام بردم سریعاً به این مورد مهم ورود بکنند. میدونیم من شاید حالا بگم فحوای کلام این نماینده مجلس درسته، یعنی کلیتشو بگم درست، ولی باز دوباره برمیگردیم به همون کلماته. یعنی استفاده نادرست از کلماتی که ممکنه تأثیر بدی داشته باشه. حالا شاید خیلی از این کلماتی که نماینده مجلس به کار بردن از طرف ایرانی‌ها قابل قبوله، ولی از طرف مثلا مردم افغانستان توهین تلقی میشه. حرفای تازه‌ای نبوده، حرفایی که همیشه همه مسئولین زدن. فکر کنم به یه بیانش خورده. آره فکر کنم به یه قشر یا کس خاصی هم اشاره داشتن، چون میگفتن رفتن خونه‌های 70 میلیاردی و اینا خریدن. شاید بیشتر می‌خواست اون طرف رو مثلا چیز کنه. به خاطر اون که مثلا پولا رو برداشتن رفتن خونه گرفته و اینا، یه جوری بیشتر از اون فکر کنم شاکی بود. ولی خب به هر حال بازم میگم آقا اگه حرفی هم قراره زده بشه از هر طرفی، از هر شخصی، آقا این میتونیم خیلی قشنگ در صحبت کنیم. متاسفانه این عدم مدیریت درست باعث شده که این قضیه که خیلی راحت میتونست حل بشه اینقدر کش پیدا کنه، اینقدر جدی بشه، جنجالی بشه. واقعا با یه مدیریت درست از بزرگان دو کشور این قضیه خیلی راحت تر از اینا میتونست
حل و فصل شه. امیدواریم حالا هر چی میریم جلوتر اتفاقهای بهتری بیفته و میتونید حتما نظراتتون هم داخل کامنت ها برای ما بنویسید، چه مردم افغانستان چه مردم ایران داخل کامنت ها. حالا دوتا آره دوتا صحبت گذاشتیم دیگه، دوتا صحبت مختلف که جواب هم دیگه بودن یه جورایی. شما هم هر کدوم نظرتون رو میتونید برای ما بنویسید و با هم صحبت میکنیم دیگه. به هر حال نونوایی هم به سبک قدیم ایران ها، من بچه بودم اینجوری نون گرفته بودم تو تنور. بابای من هم یکی دو سال اینجوری کار میکرد تو نونوایی. آره نونوایی اینجوری تو تنور بودن، یه سولاخ هم اونجا داشت بزرگ، شاتر میشه سون سولاخه از اونجا میزد. ولی دیگه از این نونوایی تو ایران نیست. کل نونوایی افغانستان شکلی هم دیگه. آره دیگه نونه دیگه ای به غیر از این نون تو افغانستان نیست دیگه. نه چه مدلی هست؟ چهار تا چهار تا میچسبونی ها میدی تو؟ تعدادتون هم خیلی زیاده که یکی چونه میگیره، یکی خمیر درست میکنه، یکی الان نونوایی ها ایران یه نفر کل کاراشو میکنه دیگه. دیدید نونوایی ها جایدو؟ فقط نون رو در میاره، دستگاه خودش میزنه تو. خیلی قشنگه، انشالله خدا به کسبتون برکت بده داداش. توریست ایرانی بود که به افغانستان سفر کرده بود و از نونوایه اونجا گزارشی دریافت کرده بود و حالا راجعش بیشتر هم صحبت میکنیم تو ویدیوهای آینده. اما نکته‌ای که داشت و خیلی جالب بود، راست میگی، توی ایران دیگه نونوایه دیگه به این شکل نیست. قدیم من دیده بودم نونایی بود، نون مشهدی میگفتن. چی میگفتن؟ یه شکل خاصی هم داشتش. آره من که کلا اصلا ندیدم این مدل نونوایی. آره ولی الان دیگه جمع شده، من ندیدم. آره من نونوایی که من دیدم همش ایستاده بوده و حالا قدیم تره زاره بچه تر بودم به صورت سنتی همه درست میگه. الان دیگه واقعا همینطوری که این گزارشگرم میگفت دیگه کاملا همه چی دستگاهی ماشینی شده، ماشینی شده و زیاد انسان توش دخل و تصرف نداره. مرسی از همراهیتون، مرسی که کنار ما بودین، مرسی که همراهی کردین ما رو. حتما برای ما نظرتون رو بنویسید داخل کامنت ها، ما کامنت های شما رو میخونیم، نظرهای شما رو میخونیم، انرژی میدیم به ما. یادتون نره این ویدیو رو میتونید لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و اگر محتوای کانال ما رو دوست دارید میتونید کانال رو سابسکرایب کنید که هر روز در کنار مادرم راجع به موضوعات مختلف صحبت میکنیم و ریاکشن داریم به ویدیوهای مختلف. تا یک برنامه دیگه شاد و پر انرژی باشید. فعلا خدافظ. در پناه خدا باشید.